سلام و وقت بخیر به این مجمعه خبری با من جاوید نعیمی خوش آمدین آغاز تحولات خبری ما با پاکستان جایی که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور نتوانست در یک محکمه خاص شرکت کند او به اتهام خیانت برای شرکت در این محکمه اسلام آباد احضار شده بود وکلای مدافع پرویز مشرف وعده دادند که رئیس جمهور سابق به تاریخ 18 فوریه در محکمه حضور خواهد یافت مشرف که به خاطر درد در, در ناحیه سیناش در شفاخانه بستری است اگر مجرم شناخته شود شاید به اعدام محکوم شود در یک تحول دیگر شیعیان در شمال پاکستان به خاطر حمله انتحاری هفته گذشته در یکی از مساجد پشاور راهپیمایی کردند صدها تن از اعتراض کننده ها که شعارهای نوشته شده را با خود حمل می کردند علیه حکومت و طالبان شعار دادند تظاهر کننده ها گفتند که مقامهای ایالت و حکومت مرکزی نتوانستند تا امنیت مردم را تامین کنند در خبر دیگر از پاکستان ده تن از باشنده های منطقه وزیرستان جنوبی در برابر پارلمان آن کشور در اسلام آباد اقدام به تحسن کردند. آنها از حکومت خواستند تا به خاطر خسارات مالی که باشنده های وزیرستان در جریان عملیات نظامی اردوی پاکستان متحمل شدند برایشان غرامت مالی بپردازد. این افراد همچنان از شرایط بد زندگی و نبود فرصت آموزشی برای کودکان در این منطقه شکایت کردند. رهبران اسلامی و خطیبان مساجد در تاجکستان دستور گرفتند در خطبه های نماز جمعه علی امجنسگرایی تبلیغ کنند. در جمعه که گذشت مسئول شورای اسلامی تاجکستان در مسجد مرکزی شهر دوشنبه گفت امجنسگرایی یک عمل حسفناک و گناه بزرگ است که پیامدهای خیلی ناگوار به امراه دارد. و در تاتارستان حدود 500 کودک از سر تا سر روسیه در رقابت های آهنگ و رقص که برای مسیحیان ارتودکس در آن جمهوری برپا شده بود شرکت کردند. بر اساس گزارش ها حدود 35 هزار مسیحی تاتار نژاد در روسیه زندگی می کنند. آنها به خاطر فرهنگ خاص مردمی و رسم و رواج رنگینشان شهرت فراوان دارند. بیننده عزیز برخی تحولات خبری از منطقه و جهان تقدیمتان شد بیشتر در مورد این خبرها گزارش و برنامه ها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com. سپاس از اینکه با ما امراه بودید فردا باز هم با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهیم بود حالا وقت خوش خدا نگهدار رادیو آزادی